سوال 107. برای برابر بودن تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط یک متحرک در مسیری مشخص، وجود چند مورد از موارد زیر لازم است؟ بچه ها، برای اینکه بتونیم این سوال رو حل بکنیم، باید یه دو تا نکته رو حواسمون رو جمع بکنیم. کدوم دو تا نکته؟ این دو تا نکته که الان خود صورت سوال گفته. یک، تندی متوسط، سرعت متوسط. این دو تا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ الان فرقشون رو می‌بینیم. من براتون بنویسم تندی متوسط می شود مسافت طی شده یا همون بچه ها پیموده شده تقسیم بر زمان. سرعت می شود چی؟ تو مثال قبلی سرعت رو دیدیم با هم دیگه. اومدیم چی رو محاسبه کردیم برای سرعت دوستان؟ اومدیم جا به جایی رو محاسبه کردیم، شد جا به جایی تقسیم بر زمان. خب حالا خودش چی گفته؟ گفته این دوتا باید با هم برابر باشن، یعنی این دوتا. پس من اگر رنگ ماژیکو بذارمش روی آبی، یه دونه آکولاد وا بکنم، از این آکولاد متوجه خواهم شد چی؟ این باید با این برابر باشه. پس این ور کسر باید با این ور کسر با هم دیگه برابر باشن. زمان با زمان ساده میشه، در نتیجه جابجایی باید برابر باشه با چی؟ با مسافت طی شده. مسافت طی شده یا مسافت پیموده شده. خب حالا بخونیم اون الف تا به اصطلاح دالو، ببینیم چند تاش راجع به این صدق میکنه. تندی متحرک در کل مسیر ثابت باشد، مسیر مستقیم باشد، متحرک در مسیر تغییر جهت ندهد، حرکت جسم بدون توقف صورت بگیرد. بچه ها بهتون حتما من الان جواب بهتون میگم، با توجه به این توصیه‌ای که بهتون کردم، این توضیحایی که بهتون دادم، حتما بهتون توصیه میکنم برید فیلمای آموزشی ما رو نگاه بکنید که کامل متوجه بشید. اگرم به اصطلاح میشه گفتش که با ما همراه نبودید، یا سعی کنید که فیلمامونو تهیه بکنید یا به جزوه معلمتون رجوع بکنید. از این 4 تا حالت بچه‌ها 2 تاش باید درست باشه. اون 2 تا رو به اصطلاح پیدا بکنید تا بریم سراغ سوال بعدی.